بیننده شبکه تلویزیون جهانی کانال یک هستید. از شما دعوت می‌کنیم به تفسیر سیاسی هفتگی آقای منش امیر درباره امور جاری منطقه و جهان توجه کنید. تفسیر این بار با این عنوان نگاشته شده است: آیا آدم کشی و وحشت افزنی دوباره در افغانستان سر بر می آورد؟ در 20 سالگرد عملیات تروریستی دهشتناک موسوم به 11 سپتامبر، دنیا حیران و نگران از خود می پرسد که آیا دوباره شاهد موج جدیدی از ترور، آدمکشی و خونریزی خواهیم بود. دنیا اکنون از خود می پرسد که در برابر این موج جدید یا احتمال بروز آن چه باید بکند و چگونه می توان مشکل افغانستان را حل کرد. مردمی بیگناه، درمانده، عاجز در برابر حکومتی خونخوار، پسگرا که حاضر است برای ماندن در قدرت به هر جنایتی دست بزند، درست همانند حکومت اسلامی ایران. نگاهی به آنچه که امروز طالبان در افغانستان می کنند نشان می دهد که حکومت روح الله خمینی نیز در به قدرت رسیدن و استحکام پایه های سرکوب مردم ایران دست کمی ندارد. نگاهی به کارنامه روح الله خمینی و شیوه به قدرت رسیدن آن به خوبی نشان می دهد که طالبان همان رفتار را تکرار می کنند و از این نظر هیچ تفاوتی بین طالبان امروز و گروه موسوم به حکومت اسلامی ایران در آن دوران وجود ندارد. و شگفتا که وزارت خارجه رژیم ایران برای آن که خودستایی بکند و تقیه داشته باشد می آید اعلامیه می دهد و اعلام می کند که طالبان بد هستند، طالبان مردم را سرکوب می کنند، طالبان حق تظاهرات را از مردم می گیرند، طالبان زنان را می خواهند دوباره به گوشه آشپزخانه برانند و آنها را از حق و حقوق خود محروم سازند. تمسخرانگیز و خنده آور است وقتی ما این بیانیه وزارت خارجه حکومت اسلامی را میشنویم و میخوانیم. مگر رژیم ایران در همه این سالها با ملت ایران چه کرده است؟ آیا فراموش کردند که از روز نخستین پوشش حجاب را اجباری کردند؟ یا روسری یا توسری به یادتان هست؟ و امروز زنان ایران چه حقی دارند؟ امروز اجازه تظاهرات در حکومت اسلامی ایران به کی داده می شود؟ آبان ماه را فراموش کرده ایم؟ آن کشتارها را از یاد برده ایم؟ وگر طالبان به مردم و به ویژه زنان اجحاف می کنند، حکومت اسلامی ایران با آنها چه کرده است؟ سپیده قلیان را به یاد دارید؟ افشاگری های قلیان را فراموش کرده اید؟ بخوانید و عرق شرم بر پیشانی شما بنشیند که چگونه زنان زندانی را مورد تجاوز جنسی قرار می دهید و آنان را تحقیر می کنید و زندانبانان برای لذت خیش زنان را به صیغه موقت در می آورند. شما با طالبان و داعش چه فرقی دارید؟ دنیا اکنون ابراز نگرانی می کند که ممکن است افغانستان دوباره سرزمین پیدایش القاعده و داعش و ترور و آدم کشی در سراسر دنیا باشد. این نگرانی بیهوده نیست، این نگرانی کاملا بجاست. طالبان در نشان دادن چهره دیگر کاملا شکست خوردند. از همان روز نخست که وعده دادند که میخواهند دولت فراگیر برپا کنند، میخواهند آزادی ها را حفظ کنند، زنان را به حقوق خود برسانند، ولی همه اینها
در چارچوب شریعت اسلامی و آنچه را که آنان شریعت اسلامی می نامند دیدیم و اکنون نیز شاهد آن هستیم. اینان همانند حکومت اسلامی ایران ادعا می کنند که اسلام هو الحل، یعنی همه مشکلات را اسلام می تواند حل کند. شاید اگر جنبه معنوی باورهای مذهبی را در نظر بگیریم می تواند هر دینی و به ویژه دین مبین اسلام واسطه‌ای بین انسان و پروردگار او باشد. ولی اسلام به عنوان یک قدرت حکومتی، به عنوان رژیمی که بتواند مشکلات امروزی را حل کند، در همه سرزمین‌های اسلامی شکست خورده است. اخوان المسلمین مصر را دیدیم، حکومت پاکستان را شاهد بوده ایم، طالبان در افغانستان را در آن دوران نخستین به خوبی به یاد داریم که خواستند فرهنگ را نابود کنند، کتابها را آتش زدند، زنان را به گوشه خانه راندند و همه حقوق مدنی انسانها را زیر پا گذاشتند و ادعا کردند که همه این رفتارهای آنها در چارچوب شریعت اسلامی است. و امروز سازمان ملل متحد آمار می‌دهد که اگر دنیا به حمایت و پشتیبانی و کمک و یاری مردم افغانستان بر نیاید، 97% از مردم آن کشور در زیر خط فقر زندگی می کنند. طالبان چگونه خواهد توانست این مشکل را حل کند؟ آنها خوب بلدند شعار بدهند، آنها خوب می دانند چگونه بکشند، آنها خوب مهارت دارند که چگونه سرکوب کنند. ولی چگونه در دنیای مدرن و امروزی بتوانند یک مملکت را اداره کنند، از این دانش به کلی دور هستند، همان گونه که سران حکومت اسلامی ایران از این فن به دور ماندند. دنیا نگران است، ولی ملت افغانستان نیز باید نگران باشد. ملت افغانستان و به ویژه زنان آن کشور میپرسند، از دنیا میپرسند که شما در برابر این اجحاف و ظلم و ستم چه میخواهید بکنید؟ چگونه از مردم مظلوم افغانستان دفاع خواهید کرد؟ از آنها حمایت خواهید کرد؟ این را مردم افغانستان، آنانی که در پنجشیر علم خیزش را برافراشتند و زنانی که در کابل و هرات و دیگر نقاط افغانستان تظاهرات می‌کنند، می‌پرسند و مطرح می‌سازند، و شما ملت‌های دنیا، دولت‌های جهانی چه پاسخی به آن دارید؟ چند بار گفته این و این بار نیز تکرار می‌کنیم که طالبان در حال حاضر هنوز ضعیف هستند، هنوز میتوان آنها را برافکند، هنوز میتوان دست کم آنها را مهار کرد، و اگر امروز نجنبید فردا خیلی دیر خواهد شد. طالبان برای قدرتگیری، برای آنکه بتوانند به سرکوب مردم افغانستان ادامه دهند، برای آنکه بتوانند بر کرسی قدرت همچنان تکیه زده باشند، به کمک جهانی نیاز دارند، به ویژه به پول، به غذا، به دارو و به امکانات دیگر. و اگر هم چهره خوشی نشان دهند، تنها به این هدف است که آن کمک های مورد نیاز خود را دریافت کنند. در واقع حتی پیش از آن که چنین کمکی را دریافت کنند، سرکوب علیه زنان را آغاز کردند، روزنامه نگاران را به زندان می‌افکنند، می‌کوشند که روزنامه‌ها را ببندند و همه جا رعب و وحشت ایجاد می‌کنند تا بتوانند پایه‌های قدرت خود را مستحکم سازند. بیانیه وزارت خارجه حکومت اسلامی ایران
به نحوی تنظیم شده که گویا آنها از کره مریخ آمدند و نمی‌دانند که در داخل ایران چه می‌گذرد، در واقع در داخل ایران خود آنها چه می‌کنند. چگونه ممکن است که آنها از منافع و مصالح مردمی سخن می‌گویند ولی برای کشور افغانستان و نه برای ایران؟ آنها می‌آیند و ظاهراً از خیزش مردمی در پنجشیر دفاع می‌کنند، ولی آنان برای حمایت عملی از این خیزش کنندگان چه اقدامی انجام دادند؟ آیا تصور می‌کنند که دنیا این ترفند آنها را خواهد خرید؟ اینها فقط برای ظاهر است، فقط برای نشان دادن یک چهره نیکو از حکومتی که سابقه بسیار طولانی سرکوب و جنایت دارد. و امروز محاکمه محمد نوری در استکهلم را شاهدیم. تلاش بین المللی برای محاکمه جنایتکاران آبان ماه 2 سال پیش را تماشا میکنیم و همچنین کوشش تلاشگران ایرانی و دارندگان جوایز نوبل 25 تن که از سازمان ملل میخواهند که حکومت ایران را و جنایات ابراهیم رئیسی را مورد بررسی و تحقیق قرار دهد. سازمان ملل این قدرت و این اختیار را دارد و باید دست به کار شود. آنها دست کم در طول دهه های اخیر در 33 مورد پیرامون جنایاتی که حکومت ها انجام دادند به بررسی و تحقیق پرداختند و امروز نیز ملاحظات را باید کنار بگذارند و حکومت اسلامی ایران را محکوم بدانند و جنایات ابراهیم رئیسی را مورد بررسی قرار دهند. این وظیفه یک سازمان بین المللی است که حق را بجوید و عدالت را دنبال کند. وظیفه سازمان ملل است. همکنون در ایالات متحده صداهای شنیده می شود که می گوید سربازان آمریکایی باید دوباره به افغانستان بازگردند. دیر یا زود تصور می رود که چنین امکانی یا چنین لزومی پیش آید، زیرا بسیار احتمال دارد که القاعده دوباره سر بلند کند و همچنین داعش قدرت بیشتری بگیرد و سیاست‌های دوگانه و ترفند بازانه دولت پاکستان را، دولت اسلامی پاکستان را از یاد نبرید. آنان از روز نخست از طالبان حمایت کردند، آنان را زیر بال حمایت خیش گرفتند و حتی در جریان پنجشیر نیز علناً در جنگ علیه خیزش کنندگان دخالت کردند، گرچه دولت طالبان و حتی دولت اسلام آباد ادعا می کنند که چنین نبوده است. بود و تمام اسناد و شواهد وجود دارد. و از دنیایی که ابراز نگرانی می کند باید پرسید که چرا به یاری مردم پنجشیر نیامدند. هنوز دیر نشده است. پنجشیر به طور کامل سقوط نکرده است. هنوز دلاوران و جنگجویانی وجود دارند که می گویند تا آخرین نفس مبارزه خواهیم کرد و تسلیم نخواهیم شد. دنیا می تواند به آنها یاری برساند. ایالات متحده نیست این قدرت را دارد که از پایگاه‌های خود در حوزه خلیج فارس و دیگر نقاط این کمک را به آنان برساند. چرا هنوز تصمیم نگرفتند و چرا به تعویق می‌اندازند؟ گفتیم حکومت اسلامی ایران نیز نگران است. بله، باید نگران باشند. البته تشابهاتی بین دو حکومت وجود دارد. هر دو ادعای اسلام را دارند، پرچم اسلامی به دست می‌گیرند، شعار لا اله الا الله سر می‌دهند، ولی در افغانستان
عواملی وجود دارند که خواهان تجزیه ایران هستند، خراسان را می طلبند، داعش خراسان، فراموش نکنیم. وگر هم تصور می رود که طالبان قصد گسترش حکومت خود را ندارند، که ممکن است داشته باشند، این خطر هرگز نباید نادیده گرفته شود. دخالت دولت پاکستان در این جریانات می تواند بسیار نگران کننده باشد. پاکستانی که در همسایگی ایران قرار دارد و می تواند درد سرهای بزرگی ایجاد بکند. آنچه در افغانستان می گذرد می تواند برای مردم ایران نیز یک الگو و نمونه باشد. گروه های زیادی از مردم افغانستان تسلیم طالبان نشدند، پرچم خیزش همگانی را بلند کردند و زنان افغانستان با شهامت بسیار در خط مقدم جبهه قرار گرفتند. البته ممکن است که سرکوب بیرحمانه آنان موجب خاموشی محدودی شود، ولی این جنبش هرگز نخواهد مرد. زنان افغانستان می دانند و یاد گرفتند که باید برای رسیدن به حقوق خود تلاش کنند، مبارزه کنند، قربانی بدهند و آنها حاضر به این کار هستند. ولی در مجموع فردای سیاهی برای افغانستان پیش بینی می شود. مردمی که چندین دهه رنج بردند و همیشه در حال جنگ بودند، فقر را تحمل کردند، شاهد جنایات بسیار و بیرحمی و صفاکی رهبرانی بودند، و آنان و ملت‌های جهان می‌پرسند که آیا این صحنه‌ها دوباره تکرار خواهد شد؟ و مردم افغانستان می‌پرسند و در انتظارند که ای دنیا، به کمک شما نیاز داریم، بپاخیزید و دست خود را به سوی ما دراز کنید، منتظریم. درنگ نکنید، زیرا فردا بسیار دیر خواهد بود.